روی زمین است از خوش مرگ و فناست و این خدای باجلال و عظمت است که باقی میماند. همه تعم مرگ را میچشند و شما پاداش خود را به طور کامل در روز قیامت خواهید گرفت پس آنها که از اطراف آتش دور شدند و به بهش وارد گشتن نجات یافته و به سعادت نائل شدند و زندگی دنیا چیزی جز مایه فریب نیست حال و هوای مردگان چگونه است در احکام مختلف غسل و کفن و نماز میت بارها صحبت کردیم ولی هنوز مسائلی مربوط به شخص متوفا بعد از مرگش وجود دارد. غسل میت را ذکر کردیم. همه مردگان غسل میشوند. حتی آنهایی که با غرق شدن در آب فوت شده باشند. آنها نیز می باید غسل شوند. زیرا غسل کردن تنها از بین بردن نجاست و یا تمیزی نیست بلکه عبادتی است برای تقرب به خدا. همانطوری که اگر شخصی به نماز جمعه برود حتی اگر جسمش تمیز بود باید خودش را بشوید حتی اگر بگوید تن من تمیز است اگر جسم تو هم تمیز باشد ولی این عبادت محسوب می شود که حتی قبل از نماز خودت را بشویی شخص متوفا نیز حق دارد قبل از کفن و دفن قصد شود و برایش نماز خوانده شود اگر از نماز جا بمانید ما قبلا در مورد نماز میت بسیار صحبت کردیم و به آن پرداختیم که باید تکبیر گفته شود یعنی باید بگوییم که الله اکبر تکبیر اولش سوره فاتحه را کامل بخوانید الله اکبر اللهم صل علی محمد و آل محمد و الی آخر و الله اکبر پس از آن برای مرده دعا کنید بعد از گفتن الله اکبر به سمت راست سلام کنید این نماز میت است اگر بخواهید تکبیرات بیشتری بگویید یعنی بگویید الله اکبر الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم سوره فاتحه را بخوانید الله اکبر اللهم صل علی محمد و آل محمد والی آخر و الله اکبر اللهم اغفرله الله وارحمه و افیه و برای میت دعا کنید و تکبیر بگوید و به راست سلام نکنید و بلکه دوباره برای میت دعا کنید و بعد از الله اکبر پنجم سلام کنید میتوانید پنج تکبیر بخوانید ولی در اصل چهار تکبیر است که رسول الله همیشه برای متوفیان میخواند پس پنج تکبیر شش یا هفت یا هشت و یا نه تکبیر بخوانید قابل قبول است بعد از تکبیر اول سوره فاتحه باید خوانده شود و در تکبیر دوم الله اکبر اللهم صل علی محمد و آل محمد و بعد از تکبیر سوم دعا باشد در تکبیر چهارم بعدش دعا و بعد از تکبیر چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم نیز دعا باشد ولی بعد از تکبیر نهم فقط به سمت راست سلام بکنید اگر کسی از نماز می جا بماند به عنوان مثال شخصی بعد از اینکه امام تکبیر گفت الله اکبر سوره فاتحه را خواند و تمام شد و دوباره الله اکبر اللهم صل علی محمد و آل محمد گفت و برای اقامه نماز پیوست اینجاست که شخص جامانده از نماز باید تکبیر گفته و سوره حمد را بخواند همان زمانی که امام اللهم صل علی محمد و علی محمد میخواند بعد اینکه امام الله اکبر گفت او در تکبیر سوم است و برای متوفا دعا میخواند ولی چون آن شخص در تکبیر دوم است باید اللهم صل علی محمد و آل محمد بخواند بعد امام الله اکبر گفته و سلام میگوید زیرا که در تکبیر چهارم است ولی آن شخص به این دلیل که در تکبیر سوم است بایستی دعای کوچکی برای متوفا بخواند مثلا بگوید اللهم له الله و الله اکبر و سلام بخواند اگر یک یا دو تکبیر جا ماندی این تکبیرها را به سرعت انجام بده قبل از اینکه جنازه را بلند کنند و اگر جنازه را بلند کردند و آخر نماز تو بود اشکالی نخواهد داشت اگر شخصی از نماز میت جا مانده باشد به عنوان مثال ممکن است شخصی در مسافرت باشد و پدرش فوت کند یا شخصی که دوستش داشته و یا یکی از نزدیکانش باشد اگر آن شخص دوست داشته باشد که برای متوفا نماز میت بخواند میتواند بعد از دفن نیز برایش نماز میت را بخواند روزی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با صحابه در مسجد نشسته بودند در آنجا زن سیاه در رفت آمد بود یعنی به درون مسجد نگاه می کرد و اگر چیزی بر زمین می دید می آمد و بر می داشت و به بیرون از مسجد می برد و آنجا را نظافت می کرد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کار آن زن را بسیار دوست داشت و ایشان نیز بر تمیز کردن مسجد بسیار تاکید داشتند مدتی گذشت پیامبر او را ندید Uh, یکی دو روز گذشته بود که ایشان او را در مسجد ندیده بودند از اصحابش پرسیدند که آن زن سیاه پوست که مسجد را نظافت می کرد کجاست گفتن رسول الله فوت کرده است پرسید فوت کرده چرا منو خبر نکردید من امام مسجد هستم که برای متوفیان نماز می خوانم چگونه این زن فوت کرد و مرا با خبر نکردید چرا خبرم نکردید گفتن ای رسول الله او در شب فوت کرد ما نمیخواستیم مزاحمتان بشویم در شب فوت کرد و کراهت داشتیم از اینکه شما را در آن وقت شب بیدار کنیم تا برایش نماز بخوانید پس خودمان برایش نماز خواندیم صحابه از روی محبتشان نسبت به نبی اکرم این کار را کردند پیامبر اکرم فرمود خیر خیر صحابیان گفتند ما دیگر دفنش کردیم ایشان گفتند خیر قبرش را نشانم دهید ایشان را بر سر قبر زن بردند با اینکه آن زن دفن شده بود پیامبر برایش نماز خواند رسول اکرم چهرهش را رو به قبله کرد و در حالی که قبر آن زن میانه ایشان و قبله بود تکبیر گفت الله اکبر الحمد لله رب العالمين الرحمن رحیم الله اکبر اللهم صل علی الله اکبر اللهم اغفر لها وارحمها الله اکبر السلام علیکم و رحمه رسول اکرم برایش نماز خوان در حالی که او در قبر بود ولی این کلام ای برادران و خواهران فقط برای شخصی قابل قبول است که نماز میت نخوانده باشد اما اگر نماز میت را در مسجد بخوانی و دوباره بر سر قبر متوفا نماز بخوانی این معنایی نخواهد داشت و همچنین شخصی هر روز به مقبره ها برود و برای قبرها نماز بخواند این معنایی ندارد خیر صحابیان هیچ وقت این کار را انجام نمیدادند آن چیزی که نبی اکرم انجام داد برای زنی بود که او و عمل نیکش را به خوبی می شناخت. و در تکریم عملش برایش نماز خوان بعد از اینکه برای آن زن نمازخوان فرمود این قبرها پر از ظلمت و تاریکی است خداوند است که با نماز خواندن ما به آنها روشنایی میبخشد خداوند است که با نماز خواندن ما به آنها روشنایی میبخشد این نشانه بود برای شخصی که از نمازش جا مانده باشد نمازش را بخواند بعضی از علما میگویند تا یک ماه و بعضی دیگر محدود کردند به چند ماه ولی مقصود این است که اگر شخصی فوت کرد و قادر نبودی برایش نماز بخوانی اشکالی ندارد می توانی بر سر مزارش نماز بخوانی نماز میت قایب من یک مدتی پیش در مسجدی بودم و نماز ظهر را خواندم در یکی از کشورها بودم که نماز ظهر را خوانده بودیم و تمام شد امام آنجا بلند شد و گفت نماز قایب برای اموات مسلمین آیا این مجاز است که برایش نماز بخواند آیا نماز قایب مجاز است یا خیر؟ نماز برای متوفای قایب رسول اکرم جز یک بار برای نجاشی که خداوند از او راضی باشد دیگر این نماز را نخوانده بود. امروز بعضی از مردم به نماز قایب وسط نظر دارند. همونطوری که من در یکی از کشورها این نماز را خواندم. بعد از اینکه نماز ظهر را خواندیم امام آنجا ایستاد و گفت نماز میت بخوانیم پس همه جمع شدند و الله اکبر الله اکبر نماز میت به جا آوردیم من تصور میکردم آنجا جنازه است در حالی که چیزی ندیدم ولی گفتم شاید روبروی امام باشد و از در دیگری جنازه را وارد کردند پس از اینکه نماز تمام شد پرسیدم متوفا کجاست من جنازه ای نمی بینم زیرا مردم متفرق شدند و جنازه ای حمله کردند پرسیدم جنازه کجاست گفتند این نماز قایب بود برای یکی از مسلمانانی که امروز فوت کرد آیا این مجاز است آیا رسول اکرم انجامش میداد رسول اکرم بعد از بعثتش با اصحابش 23 سال زندگی کرد بعد از هجرتش به مدینه اسلام وسعت پیدا کرد و مسلمانان در مکانهای زیادی زندگی می کردن. آیا رسول اکرم مثلا هر روز برای یکی از مسلمانانی که فوت میکرد نماز میخواند؟ اصلش این است که مسلمانی که فوت می کنه در میان قومش برایش نماز بخوانند. همین که قومش برایش نماز بخوانند کافی است نیازی به دیگران نیست به همین دلیل است که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای نجاشی در موقعیت مشخصی نماز خواند و قصه آن این بود که نجاشی پادشاه حبشه بود و اسمش از همه بود. عرصه بر صحابه تنگ آمده بود. آنها شکنجه می شودند. بلال شکنجه می شد. امار ابن یاسر شکنجه می شود. مادر و پدرش نیز شکنجه می شدند. حتی والدینش نیز زیر شکنجه جان دادند. خباب نیز شکنجه میشد مجموعه زیادی از صحابه از چپ و راست شکنجه میشدند گفتند ای رسول خدا جایی پیدا کن که ما به آنجا مهاجرت کنیم رسول اکرم به طائف رفت ولی طایفیان او را نپذیرفتند و قبول نکردند که اسلام به آنجا برود نبی اکرم به اصحابش فرمود در حبشه پادشاهی است که به هیچ کس ظلم نکرده مردی عادل است با اینکه نصرانیست ولی مردی عادل است و به کسی ظلم نمی کند. مردی با حکمت است. پس در حبشه مردی است که به هیچ کسی ظلم نکرده. هفت نفر از اصحاب نبی اکرم زن و مرد به آنجا مهاجرت کردند. طایفه قریش نیز دو شخص به آنجا فرستاد. یکی امرو آس و دیگری عبدالله ابن امیه که بروند و آنها را بازگردانند. این دو با خود هدایایی برای نجاشی بردند. وقتی به نجاشی رسیدند هدایا را به او اهدا کردند. او از وجودشان خوشحال شد. آنها به او گفتند که قومی از ما برای خودشان دینی ساختند که نه دین ماست نه ما از آن آگاهیم و نه دین پدرهایمان است بعد از اینکه به آنها فشار آورده ایم به کشور تو روی آوردند پس آنها را به ما بازگردند قبل از اینکه اقوام تو را نیز به فساد بکشند نجاشی که مرد عادلی بود گفت خیر اول باید از آنها بشنوم دنبال مسلمانان فرستاد و آنها آمدند جعفر ابن ابی که خداوند از او راضی باشد با او حرف میزد نجاشی پرسید موضوع چیست جعفر گفت خداوند برای ما پیامبری فرستاد که اصل و نسب او را میشناسیم و از صداقتش آگاهیم گفت ما را به نماز خواندن ذکر کردن و سله رحم صداقت و افاف دعوت می کند. نجاشی پرسید از او چه به همراه آورده نجاشی منظورش آیه و نشانه ای بود جعفر آیه از اوایل سوره مریم برایش خواند ربک <applause> عبده اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب وهن العظم مني واشتعل ولم تا جایی تلاوت کرد که نجاشی به گریه افتاد و با عصایش به زمین میزد و گریه می کرد گرچه عربی نمی دانست. او عربی نمی دانست. عربی نمی دانست. و با آنها توسط مترجم حرف می زد. با این حال هنگام تلاوت قرآن تحت تأثیر قرار گرفت. پس خداوند آیاتی نازل کرد و چون آنچه را به سوی این پیام بر نازل شده بشنوند میبینی بر اثر آن حقیقتی که شناخته اند اشک از چشمایشان سرازیر میشوند میگویند پروردگارا ما ایمان آوردیم پس ما را در زمره گواهان بنویس و برای ما چه عذری است که به خدا و آنچه از حق به ما رسیده ایمان نیاوریم نجاشی که خداوند از او راضی باشد بعد از اینکه صحابی تلاوت قرآن را به پایان رساند عصایی که در دست راستش بود بالا برد و گفت به خداوند قسم آنچه موسا آورد و آنچه که اکنون شنیدم از یک روزنی نور بیرون آمده است. به خداوند سوگند که با آنچه موسا آورده است به اندازه این تفاوت ندارد. و به اسایی که در دستش بود اشاره کرد و بعد گفت که شما در زمین من آزاد هستید شما در زمین من رها هستید و بعد اومگه و امر و آس را اخراج کرد و به آنها گفت اینان را به شما تحویل نمی دهم که با دینشان دفنشان کنید و بعد او نیز مسلمان شد نجاشی مسلمان شد و عجیب آن است که وقتی به اسلام روی آورد امرواس دوباره نزد او آمد که از او درخواست کند مسلمین را به او بازگرداند نجاشی به او گفت که ای امرواس البته بینشان دوستی بود گفت ای امرواس آیا نمیدانی این نبی فرستاده خداست امرواس با گفته های او نیز مسلمان شد سبحان الله شاهد در ذکر این ماجرا این است که نجاشی بعد از مدتی وفات کرد بین او و پیامبر اکرم مکاتباتی بود هنگامی که نجاشی زنده بود در میان مهاجرین شخصی به نام ام حبیبه بنت ابی سفیان که همسر پیامبر بود وجود داشت ولی همسر سابق آن زن عبیدالله ابن جهش نام داشت که مرتد شده و او را ترک کرده بود پس پیامبر نامه فرستاد که با او ازدواج خواهد کرد پس پیامبر از نجاشی تقاضا کرد که به نیابت از او به خواستگاری برود نجاشی مهریه ازدواج را برای آن زن مهیا کرد و به او گفت که این مهریه از طرف نبی اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم و برای توست بله نجاشی مرد صالحی بود به همین دلیل وقتی نجاشی فوت کرد نبی اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم به اصحابش فرمود امروز بنده خدا از همه فوت کرد بیایید برایش نماز بخوانیم نبی اکرم جلو رفت و تکبیر گفت و برایش نماز خواند. نمازش به نیت نجاشی آن متوفای قایب بود. خب چرا نبی اکرم برای دیگر متوفیان قایب نماز نخواند؟ زیرا نجاشی مسلمانی بود که در میان نصرانیان فوت کرد. کسی برایش نماز نخوانده بود پس نبی اکرم بود که برایش نماز خواند. ولی اگر مسلمانی در میان مسلمانان دیگر فوت کرد و کسانی باشند که برایش نماز بخوانند و امور مربوط به میت را انجام دهند پس جایز نیست که مسلمانان دیگر برایش نماز قایب بخوانند <applause> اینها همه مواردی بود مرتبط با نماز قایب. وقتی فردی فوت می کند، خیشاوندانش تمایل به ازاداری و ماتم دارند. به این دلیل است که میگویند گویند می بایست به آنها تسلیت گفت. مستحب نیست که خانواده متوفا در خانهشان را به روی مردم باز کنند و به استقبال آنها بیایند برای آنها چنین کاری واجب نیست درستش این است که اگر خانواده متوفا را در مسجدی دیدید یا در بازار یا در مکانی دیگر دیدید به آنها تسلیت بگویید بعضی از آلمان میگویند خوب است که خانواده متوفا در خانهشان را به روی مردم باز کنند تا مردم با اشتیاق با آنها همدردی کرده و تسلیت بگویند مثلا اگر متوفا پنج فرزند و شش خواهر و برادر و پدر و مادری داشته باشد شخصی بخواهد به تک تک اینان تسلیت بگوید برایش بسیار دشوار خواهد شد که به منازلشان برود پس بهتر است که همه اهل خانواده در جای جمع شوند و دیگران بیایند به آنها تسلیت بگویند همان گونه که شیخ ابن باز رحمت الله و علامه ابن جبرین و تعداد دیگر از علما این فتوا را داده برای خانواده متوفا مستحب است نبی اکرم صلی الله علیه و آله سلم وقتی ارتشی را به سمت روم فرستاد در جنگ موته به آنها فرمود فرمانده شما زید است اگر مصدوم شد جعفر و اگر اون نیز مصدوم شد ابن رواحه خواهد بود در اول مرکه جنگ بود که تعداد مسلمانان هزار نفر و دشمن دویست هزار نفر بود و در اول مرکه جنگ زید به شهادت رسید و بعد جعفر ابن ابی طالب به شهادت رسید و در نهایت عبدالله ابن رواحه نیز به شهادت رسید خالد ابن ولید که خداوند از او راضی باشد شمشیری بود از شمشیرهای خداوند پرچم جنگ را در دست گرفت و برای مسلمانان جنگید و با ارتش عقب نشینی کرد نبی اکرم الله در مدینه بود که از شهادت آنان با خبر شد. رسول اکرم بن منبر نشست. ایشان اصحابش را مخصوصا جعفر را صمیمانه دوست داشت. جعفر ابن ابی طالب او از نزدیکان پیامبر بود که بینشان روابط اجتماعی بسیار زیادی بود و شباهت ظاهری بسیار زیادی با پیامبر اکرم داشت. چهره سفید و سرخ با ریش زیاد. اگر کسی او را میدید نبی اکرم را به یاد می آورد. جعفر هفت سال در هبشه زندگی کرده بود. به هنگام بازگشتش به همراه همسر و فرزندانش در مدینه چند ماهی زندگی کرد. اما بعد از چند ماه پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم او را برای جهاد کردن در جنگ موتع فرستاد. و بعد از آن به شهادت رسید. پس نبی اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم بر منبر نشست و به مردم نگاه کرد که انتظار شنیدن خبر داشتند که چرا آنها را آنجا جمع کرده است فرمود میخواهم شما را از ارتش با خبر کنم گفتند بلی ای رسول خدا فرمود پرچم را زید بلند کرده بود مصدوم و کشته شد پس برایش دعای مغفرت کنی گفتند خداوند او را مورد مغفرت قرار دهد ایشان فرمود بعد پرچم را جعفر بلند کرد او نیز مصدوم و کشته شد پس برایش دعای مغفرت کنید گفتن خداوند او را مورد مغفرت قرار دهد پیامبر اکرم فرمود عبدالله ابن رواحه پرچم را بلند کرد و او نیز مصدوم و کشته شد پس برایش دعای مغفرت کنید گفتن دعا میکنیم که خداوند او را مورد مغفرت و رحمت خودش قرار بدهد سپس فرمود سپس شمشیری از شمشیرهای آخته خداوند پرچم را بلند کرد و خداوند به وسیله وی مسلمانان را پیروز کرد. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به سمت خانه جعفر رهسپار شد. اسماء بنت امهیس همسر جعفر میگفت فرزندانم را استهمام دادم و آنان را تمیز و آماده کردم و خمیرانان را مهیا کردم و منتظر قدوم جعفر بودم. می گفت توقع داشت که امروز ارتش برسد. پس کودکان را آماده کردم که پدرشان آنها را آراسته ببینند. و خمیر نان را درست کردم که نان پخته و شام را مهیا کنم. آن زن گفت نبی اکرم اجازه ورود خواست و به ایشان اجازه ورود دادیم. نبی اکرم وارد شد. حیامبر گفت برادرزاده هایم را صدا بزن. برادر زاده هایم را صدا بزن. همسر جعفر گفت بچه هایم که کودکان خردسالی بودند وقتی نبی اکرم را از راه دور دیدند در حالی که مادر از صبح به بچه هایشان گفته بود که آماده و خوشحال باشید برای استقبال از پدرتان تصور کردند که آن کسی که آمده پدرشان جعفر است پس به استقبال او رفتند به سمت نبی اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم چرا که آنها بسیار به هم شباهت داشتند شبیه بودند نبی اکرم دست بر سرشان می کشید و گرگه می کرد. این عشق ها نه آب دیده بلکه خون دل است که از چشم جاری می شود دست بر سرشان می کشید بر سر آنها دست می کشید و گریه می کرد همسر جعفر از پیامبر پرسید آیا خبری از جعفر به شما رسیده است؟ ایشان فرمودن جعفر به قتل رسید او گفت ای رسول الله فرزندانم یتیم شدند فرزندانم یتیم شدند. ایشان فرمودند نگران اینان نباش. من ولی آنها در این دنیا و آخرت خواهم بود. بعد رسول خداوند خارج شد و گفت برای خانواده جفر غذای تهیه کنند. برایشان گرفتاری پیش آمده است. ایشان فرمودند برای خانواده جفر غذایی تهیه کنید. غذا تهیه کردن برای خانواده متوفا سنت است. زیرا مادر گریه می کند و دختران نیز گریه می کنند و زمان نهار و زمان شام می گذارد. بچه ها غذا می خواهند و هم خودشان نیز به غذا احتیاج دارند چون کار کردن در آشپزخانه و خرد کردن گوش و سبزی و اینها در این حالت ناراحتی و غم کار بسیار دشواری است برای همین پیامبر فرمود برای خانواده جعفر غذایی بفرستید